با سلام به شنوندگان رادیو پیام کانادا و همراهان ما در رادیو پیام و همینطور دوستانی که از طریق فایل تصویری این برنامه رو در وبسایت سینمازار و وبسایت رادیو پیام کانادا و همینطور روی یوتیوب میبینن و میشنون. من این هفته خب خیلی به فیسبوکم پیام های بسیاری میامد و این تو این پیام ها و بعد حتی از طریق تلفن نمیدونم و همینطور از طریق دقیقت ایمیل آدرس که خبر میدادن مثل یه خبر خیلی دقیقت تعجب آور که خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی هم پیوستن به این خیمه شب‌بازی تهوع‌آور. من فیلم سازم، کارم با تخیله، اما نه صرف تخیل، تخیل به اضافه واقعیت. اکنون احساس میکنم که اون چی که در کنگره آمریکا توسط سیاستمداران داره میگذره فقط تخیله، تخیل منهای واقعیت. اونها فکر میکنن یا تخیل میکنن که با تحریم و جنگ میشه کاری کردش. نه، اصلا چنین نیست. واقعیت کشور من این نیست. جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی. من از کنگره امریکا میخوام که از تخیل صرف دست بردارن و به واقعیت برسن و با پذیرش این توافق بگذارن مردم راه خودشون رو خودشون انتخاب کنند و بروند. من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم و مانند هر انسانی به ضرورت صداقت و حسن نیت دولت ها در انعقاد معاهدات بین المللی واقفم. به ضرورت رعایت حقوق بشر در جامعه خود واقفم و به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق از بی‌عدالتی در جامعه رنج می‌برم. محاذا با اعلام نگرانی از سیاست‌هایی که ملت‌ها را به سایه جنگی نابرابر و ناخواسته می‌کشاند، مایلم به هم نوعانم در آمریکا بگویم ما و شما به عنوان شهروندان دو دولت از نگرانی مشترکی رنج می‌بریم. من به عنوان یک ایرانی به تمامی ادبیات ستیز جویانه افراطیون دولت انتقاد دارم و از دولت مردان کشورم میخواهم از گفتگوهای نظامی و تهدیدآمیز دست بردارم. با این حال از هم نوعانم در آن سوی آبها در کشور ایالات متحده آمریکا درخواست میکنم از دولت مردان و نمایندگان مجلس خیش بخواهند از زبان تهدیدآمیز استفاده نکنند و قدرت نظامی خود را به نمایش نگذارند، زیرا نمایش قدرت خود نوعی جنگ است. من نمیدونم چرا این تعجب آوره. اول من بگم که به یه مسئله اشاره بکنم. خانم نسرین ستوده در زندان بودن، ما به چه شکلی، به هر شکلی ما مخالفیم با زندان کردن. آقای جعفر پناهی زندان بودن و بعد در حقیقت هنوز هم حکم تعلیق دارن، باز هم به زندان، به حکم تعلیق، به گرفتاری، به سلب آزادی هر کس با هر اندیشه‌ای مخالفیم. این تکلیف ما با این مسئله رو روشن میکنیم. دوم این که ما اصلا در معیارهایی که داریم به رفتار انسانها
توجه میکنیم. یعنی ما فرض رو بر این میذاریم که خانم نسرین ستوده یکی از کسانی است که در حقیقت اونچه که میگن و که به اصطلاح جونش در معرض خطر بوده و خیلی باش آمد در دادگاه و در زندان رفتار کرده، با اونم هیچ مخالفتی نداریم و اصلا میپذیریم که فیلمی که همین الان آقای جعفر پناهی روی به اصطلاح اکران سینمای آلمان هم دارن اصلا شاهکار. اما مسئله ما اینه که اولا این کارگردان هایی که در سینمای امروز جمهوری اسلامی هستن اگر وابسته به یکی از این من میگم باند، شما میتونیم بگین جناح، جناحای حکومتی ارتباط نداشته باشن، اصلا حذف میشن، باهاشون وارد نمیشن. یعنی اگر آقای جعفر پناهی که هیچ منکرم نیست خودشم میگه در ارتباط با این سبز نبود، این باند سبز یا به اصطلاح جناح سبز و خاتمی ارتباط در خاتمی نبود و خانم نسرین ستوده هم همچنین این تمایل رو نداشت، اصلا اینها مطرح نمی شدن، اصلا اینا امکان رو پیدا نمی کردن که مطرح بشه، اینا حذف می شدن. شما فهم می کنین؟ باز تأکید می کنم ما مخالفیم که یک روز یک نفر، یک شخصیت، یک انسان با هر شخصیت هرچی یک انسان عادی ناشناس در زندان باشه. اما اینها وقتی که در حقیقت قبلا همین اگر قسمت سینمایشو بگم آقای جعفر پناهی و تمام کسایی که در سینما بودن منکر می شدن که فعالیت سیاسی می کنن، اینا می گفتن ما اصلا کارمون سیاسی نیست، ما فعالیت کار سیاسی می کنیم، ولی خب آیا این رفتار پیوستن به این بازی های تهواور اتمی یه فعالیت سیاسی نیست؟ ولی به حال اما خب جعفر پناهی آیا تنها سینماگریست در جمهوری اسلامی که مصیبت دیده؟ نه، اینها دائم میگیرن، توقیف میکنن، سانسور میکنن، زندان میکنن، سینماگرای رو از حق خودشون محروم میکنن. این کار دائمی جمهوری اسلامیه. خب یه سوال از اتحادیه محترم اروپا میشه کرد، چرا عکس هیچ کدوم از این کسانی که در جمهوری اسلامی مصیبت دیدن، زندان شدن، فیلمشون توقیف شده؟ فیلمی که توقیف میکنی خودش بیرونی تفکرش رو به زندان میکنی، سانسور شده، صدا فریادشون به هیچ کس نمیرسه، اصلا تو فستیوال ها راه پیدا نکردن. چرا هیچ وقت اتحادیه اروپا در حقیقت عکس اینا رو سردر اتحادیه اروپا نمیذاره؟ یا چرا زندانیان سیاسی که این سالها در زندانهای هنوز هم هستن، پوسیدن تو زندانها، یه مرخصی هم نمیگیرن، همچنان در زندان موندن و ما نمیشناسیم و ما نمیدونیم اینها کیان؟ آیا انسانیت و حقوق بشری که اینها واقعا نام حقوق بشر رو هم اینها در حقیقت یک وسیله‌ای برای زدوبندهای خودشون کردن، آیا شامل دیگر زندانیان سیاسی همون بندی که خانم نسرین ستوده توش بودن شامل نمیشه؟ بسیار کار خوبیه که خانم نسرین ستوده صدا و فریادش رو ما بشنویم، اما آیا دیگران چی؟ فقط یک دونه زندانی سیاسی داریم؟ نه. و یا فیلمساز معترض و فیلمساز مصیبت دیده در جمهوری اسلامی، آیا یک نفر فقط داریم؟ نه. اینها چرا پس؟ اینها انتخاب میشن برای اینکه وقتی که بهشون نیاز داره، نیاز دارن اینها به بیان و کمک کنن.
بنابراین اگر اول بایستی جعفر پناهی یک شهرت جهانی پیدا بکنه تا بعد برای اینها قابل استفاده باشه. مگه کارگردانایی هستن تو مثلا شما فکر می‌کنید کامران شیردر کارگردان برجسته است از کار مستندسازی و کی می‌شناستش؟ حالا یا اونها نخواستن یا خودش تن در نیاده، بنابراین به درد این کارها اینا نمیخورن. اصلا حتی هیچ بعید نیست جعفر پناهی اول میخواسته فیلمشو یه امکان پیدا کنه، اینا یه امکاناتو دادن، ولی کم کم که یه امکاناتو دادن بعد توقعاشون شروع میشه، بعد دیگه جعفر پناهی محال نفهمه وقتی که خانم کلودیا روت میاد به جمهوری اسلامی کپی فیلم این بره ادعا دروپای قصدایی داره. چجوری الان که یک نفر بخواد 4 سال 3 سال یک مادری پدری بخواد بچه خودش رو که نمیخواد به جمهوری اسلامی سفر کنه اینجا ببینه، پشت مرز میمونه، راهش نمیدن، بهش ویزا نمیدن. اما خواهرزاده جعفر پناهی یه دختر بچه رو چقدر به سرعت ویزا میدن و میاد و فیلم مخفی رو علنی میسازه تو خیابونا که اینا رو صحبت کردیم و غیره. خب این کمک ها رو که وقتی که گرفتن، خب در مقابلش اونا هم توقع دارن، اصلا توقعی است که باید داشته باشن. اینا میگن ما به شما کمک کردیم، ما جور کردیم، ما یه نایب رئیس مجلسمون رو فرستادیم به جمهوری اسلامی فیلم شما رو بیاره اینجا، مسائلش رو جور کردیم، خیر سرم جور کردیم. خب حالا شما شهرتتون افزایش پیدا کرده، هزاران نفر در حقیقت توی دنیا نگران شما هستن، شما رو به عنوان یک برجسته ترین فیلمساز معاصر میدونن. امروز شما به من بگین در همین اروپا، رو به برسون، در همین شهر من برسون رو چند درصد از مردم آلمان میشناسن؟ جعفر پناهی میشناسن. شما فکر میکنی بیگمان رو چقدر میشناسن؟ بونوئل رو چقدر میشناسن؟ گودار رو چقدر میشناسن؟ تروفو رو چقدر میشناسن؟ چقدر؟ یه درصد محدودی. ولی جعفر پناهی رو میشناسن. پس اول بایستی یک کسی رو دا این حد شما ببرین بالا تا وقتی که قابل استفاده باشه. مگه در اون وقتی که اینها میخواستن یک چند وقت پیش، 2 ماه پیش که تو این در قدرت و بندا بودن، نیاز داشتن که یه بخشی از سینماگرا هم بیان تهدید بکنن این همین دولت‌های اروپایی رو، که البته اروپا هم در قدرت خود دولت‌های اروپایی هم نقش نخودسیا رو دارن. در حقیقت این مسائلی است که بین جمهوری اسلامی، همون مثلا آمریکایی که الان دیگه داره کم کم جانخاریش تموم میشه، آمریکای مهربانی که تا حالا سهمای مخفی در جمهوری اسلامی منافعش داشته، حالا دیگه قراره از این به بعد علنی معامله کنه، علنی بچاپه و یه سهمکی هم به این کشورهای حاشیه‌ای میده، ولی دقیقاً مسئله جمهوری اسلامی است و سازش‌ها و کنار آمدنش با اوباما. بی خود نبود که وقتی که اوباما آمد روی کار برای دولت جمهوری اسلامی پیام فرستاد، بی خود نبود که یه اسم حسین رو نمیدونم از کجا در آورد به اسم خودش چسبوند و خودش رو اسلام پناه در حقیقت معرفی کرد. به حال الان باید جواب بدن، الان بایستی اون احسان هایی که شده، خب حالا باید جواب بدن. اگر در اون ماجرا به کیا رستمی احتیاج داشتن، به مجید مجیدی احتیاج داشتن، به رخشان بنی اعتماد احتیاج داشتن، ما در همین برنامه رادیو پیام کانادا تشریح کردیم، گفتیم که اینا چجوری آوردن و یه پلاکات درست کردن به زبان انگلیسی و دقیقاً که اگر نمیدونم شما
با ما تفاهم نداشته باشین و که نه ما بم میسازیم و از این مسائل رو اینا رو عامل اون متن دیکته شده به وزارت ارشاد اون آقایان و اون خانوم ها بودن که برابر صحبت کردیم. الان ماجرا یه شکل دیگه است. حالا اینا احتیاج دارن که مسائلی که دارن دست که برای فشار به نمیدونم من حتی هیچ اعتقادی هم ندارم این هم بازی است. این همه کارا انجام شده و اینها رفتن روی ساخت و پاخ یه بازی هایی هم میکنن و در همین بازی ها هم یه نیاز دارن که یک حامی هایی باشه. اینجا ببینید به لیستی که هست که به مسائل اتمی بازی های اتمی وارد شدن توجه کنید. فرخ نگهدار، شیرین عبادی، حمید دباشی، رضا کیانیان یکی از این بازیگران دست دوم جمهوری اسلامی تو این باندای دوم خردادی، ابراهیم یزدی، کیهان کلهر نبازنده است، اماد باقی، جعفر پناهی، نسیم شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003. من از توافق هسته‌ای حمایت میکنم، زیرا که طبق گفته رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگر جنگ است و جنگ به نفع ایران، خاورمیانه و جهان نیست. بایستی به هر صورت کاری کنیم که توافق هسته‌ای به سرانجام برسه و از تنش و جنگ دیگری جلوگیری کنیم. My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and comparative literature at Columbia University in New York. As a New Yorker, I have witnessed firsthand the horrors of cruel violence perpetrated on innocent people on September 11th, 2001. I support the Iran nuclear deal because for the first time in recent memory, it promises a peaceful diplomatic solution to a potentially dangerous standstill. My name is Gonche, a women's rights activist living in Iran. I support the Iran deal because I strongly believe that sanctions are violating the human rights of Iranian people. من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر. میان جنگ و صلح، صلح را انتخاب میکنم، چون امنیت و آزادی در صلح رشد میکند. با حمایت از توافق ایران و 5+1 I am Farokh Negahdar, an Iranian peace activist and a pro-democracy reformist. I support the Iran deal. I've spent 10 years of my life in prison to promote peace and democracy. If you wish a safer world, please give diplomacy a chance. Support the deal. We strongly support this agreement. We strongly request American people to raise their voice in support of that agreement. All peace-loving people, particularly American people, we ask their conscience to come forward and support this deal and raise their voice against those who are advocating military confrontation, which would be disastrous not only for the Middle East countries, but also for the world peace. خب آقای جعفر پناهی، شما در کنار ابراهیم یزدی چی کار داری؟ در کنار فرخ نگهدار اعلامی مشترک میدی؟ خب این اعتباری که به شما داشتین، اعتبار اگر با یک اعتبار باقی هم بود که این اعتبار شما دیگه وجود نخواهد داشت. وقتی که میان در کنار قاتلی مثل ابراهیم یزدی قرار میگیرین، اینا بدنامترینن در مسائل هنری. شما با اینها اعلامی مشترک میگی و بعد توقع داری که ما اینها رو بپذیریم. ما که نمیپذیریم خودتان، ولی ببینیم ما به اون کسایی میگیم که ما این چیزها رو میگفتیم، ما این حرفا رو میزدیم، به ما چی میگفتن؟ ضد مردم، ضد هنر، سیاه و سفید میبینین، خاکستری چرا نمیبینین، اینا مستقلن، اینا صدای صندلی خالی دارن توی فستیوال ها، اینا صدای
سینما، هنر اعتراض، سینمای اعتراض، سیاست معترض هستن. خب حالا شما در کنار یزدی، در کنار فرخ نگهدار میخواهید دموکراسی برای جمهوری برای ما بیارید. ببینید این، حالا ببینیم یه تیکه هایم از این حرفا بخونیم. خبرگزاری رویتر، معذرت میخوام اگه گاهی اوقات مجبورم برای خوندن این خبر سرم رو پایین کنم، چون به حال نادرست این هست که ما مستقیم با بیننده رو در تماس باشیم، و ولی خب گاهی اوقات این اجبار هست. در خبرگزاری رویتر میگه شماری از فعالان طرفدار دموکراسی در ایران، ببینید ابراهیم یزدی و فرخ نگهدار طرفدار دموکراسی در ایران هم. اون ده باشی هم همونه. در ایران حمایت خدا از توافق هسته‌ای، همین بازی های اتمی میگه، اعلام کرد. امید دارن این توافق وعده گشایش سیاسی که حسن روحانی تاکنون در انجام آن ناتوان بوده کمک کنه. این بازی تکرار داره میشه. دو دوره خاتمی میگفتن که بله ما میدیم جایزه به شیرین عبادی میدیم کمک کنه به دموکراسی، و از خاتمی در نمیدونم اون باند تمامیت خواه نمیذاره خاتمی کار کنه، میدیم کار کنه. بعد از دل خاتمی احمدی نژاد در آمد. حالا دوباره همون بازی تعبابت تکرار میشه. حالا اینا میگن که دولت روحانی رو نمیذارن کار کنن، حالا همه گناه ها به گردن این. بعد حالا ما این نامه رو امضا میکنیم، این حمایت رو از این ساخت و باخت حکومت آمریکا میکنیم که چی؟ که راه باز بشه دولت چیز بتونه حسن روحانی انشالتان که چه کار کرد که انشالتان رو بام میکنیم. اون یکی شادی کردین، این یکی رفتین سر کمر دادین. ببینید ما مقصر واقعی هستیم، از ماست که بر ماست، ما هستیم که اینا رو رشد میدیم. حتی اگر جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده جو را آماده نبینند، با تا این حد این تا این حد نمیرن جلو که کنار یزدی و شیرین عبادی و فرخ نگهدار قرار کنار بگیرن، وارد این بازی ها بشن. اینا که میگفتن مستقلن، آخه چه خانم نسرینه، چه استقلالیه؟ ببینین چه کردیم. تمام لگوی همه سایتاتون، همه فیسبوکاتون، همه شده بود نسرین ستوده. بله، مگه برای بقیه زندانیان این کارها رو کردی؟ هر زندانی رو باید بیاین ازش حمایت کنین، اما نه فقط یکی. این نیازی اعتماد شما نداره. کسی کارگردانی که نایب رئیس مجلس آلمان میاد اینجا که فیلمشو برداره بره، نیاز به شما و من و شما نداره. خانم نسرین ستوده که عکس سردر اتحادی اروپاست، و آقای اوباما و تمام این دوله های وابسته به اون و فرانسه و انگلیس و تمام این کشورهای که دارن میخوان سهم از این بازی های اتمی ببرن و یه سهمکی آمریکا بهشون بده، تمام نگرانشن. نیازی به کمک من شما نداره، کمک رو بهش میکنن. شما برین به این گمناما برسید، گمنامای تو زندان که اسمشون گفته نمیشه، به کسای به اون بیمار در بیمارهای زندانی کشته شدند، زیر شکنجه کشته شدند، بیمار بودن، انقدر بهشون توی زندان نرسیدن تا به قتل رسیدن. اینها رو هیچ کس نفهمید. این برادر محمدی که اون هم زندان بود، که بیمار بود، مگه به بیماریش توجه کردن؟ اما آقای موسوی مریض میشن، بیمار میشن، چشمشون عمل جراحی میخواد، بعد خود رئیس بهداشت جمهوری اسلامی، نمیدونم همین اسمو داره اون
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، خود آقای رئیس ایشون شخصا اینا عمل میکنه، اعلام میشه ایشون شخصا دکتر چشمن عمل کردن. فتنگره به حفظه شما، سرچشمه فتنگریه. اما اینقدر توجهه که عملشون هم خود آقای رئیس رئیس وزارت بهداشتشون عمل میکنه. اینها رو متوجه بشیم. نمیشیم، ما حرف خودمونو میزنیم، میدونیم فایده نداره، میدونیم بار دیگه میریم یه حقه دیگه این دفعه جور خواهند کرد، حالا برای اینکه خاتمی رو این روحانی رو جا بندازن، شاید مسئله اتمی تنها کفایت نکنه، کفایت بکنه که همین کافیه. موسوی و کروبی هم یه روزی اونها هم یک پروژه هستن، روزی خواهند آمد همچنان که جعفر پناهی و نسیم سیستی آمدند. باز هم بگم، تکرار بکنم، ما مخالفتی با اینها نداریم. اگر فیلم آقای پناهی فیلمساز خوبیه، فیلمساز خوب ما تنها کافی نیست. مگه فیلمسازان خوب در دنیا نداشتیم؟ مگه الیا کازانی که ترکی که از 4 سالگی با خانواده هجرت میکنه با آمریکا، مگه یک فیلمساز خوب نیست؟ مگه آثار درخشانی در سینما مثل الیا کازان رو میگم، مثل زپتا، مثل دربار انداز نداشته؟ ولی به چپ هم متمایل بوده متاسفانه، ولی با مک‌کارتی کار کرد، دوستای چپشو لغ داد، با کمیته مک‌کارتی کار کرد، باعث بیکار شدن و اخراج بسیاری از تفکرهای چپ از آمریکا شد. الیا کازان بود، تمایل چپ داشت ولی کار کرد. اگر فیلم فوق‌العاده فقط معیار فیلم خوب باشه، لنین فیشتال فیلمساز شخص مشهور فاشیست یک فیلمسازی بود که در سینما از نظر کار سینمایی آثار درخشانی داره، ولی فاشیست، اندیشه فاشیسته. شما فراموش میکنین، دنیا فراموش کرده. نه، من اصلا نمیخوام بگم آقای پناهی اینطوره، من میگم معیار ما فقط این نباشه که یک آدم فعال سیاسی فقط یا حرفایی میزنه که به اصطلاح ما خوشمون میاد، فقط این معیار نیست، یا فقط فیلم خوب ساختن معیار نیست. آقای جعفر پناهی میتونست فیلمساز مستقل باشه، همچین قصدی هم داشت. امروز اسیر فستیوال هاست، بهش کمک کردن، بهش آوردنش بالا، مشهورش کردن، الان ازش میخوان، باید جواب بده. اگر نه میتونست یک فیلم سازی باشه که آثار خوبی هم داشته باشه، اندیشه اجتماعی هم داشت. اول که با کیارستمی کار میکرد، وقتی که از کیارستمی جدا شد اندیشه اجتماعی داشت. اما آقای اون رئیس امور سینمایی خاتمی بهش گفت که شما فیلمتون فقط برای خارجه، میخواییم برین خارج، اگه بخواین اینجا بمونین فیلمتون فقط خارجه. جعفر پناهی وقتی که موند، من نمیگم میامد، نیامد، برای اینکه میامد تموم میشد، به سرنوشت بهمن قبادی و بقیه دچار میشد، موند. ولی دیگه موند، اینها رهاش نکردن. وقتی که تو به تدریج از اینها کمک میخوایی، به تو کمک میکنن، به تو جایزه جور میکنن، بعد توقع دارن، بعد بکنین. اون اصغر فرهادی جایزه براش جور کردن، تو اون بازی اتمی اولشون ازش استفاده کردن. من نمیخوام روش، هر روشی آقای جعفر پناهی میخوای انتخاب کن، ولی این راهی که همراه میشی با فرخ نگهدار و نسلین، با ابراهیم یزدی و شیرین عبادی و دیگر این لبیستای بخش خوب جمهوری اسلامی، که البته جعفر فرخ نگهدار لابیست کلی جمهوری اسلامی، این بخش و اون بخش برای فرخ نگهدار نیست. خب وقتی که با این هستی، خب توقع داری چی؟
توقع داری که همون موقعیتی که برات اینا ساختن از اون موقعیتی که برات ساختن استفاده نبرن؟ شهرتت داری، به دست آوردی و حالا بر بهره برسونی. متوجه باشین اگر میخواهید با مردم باشید، راهتون این نیست از طریق اتحادیه اروپا، از طریق رد و بندهای جمهوری اسلامی و مشارکت در این برنامه ها به جایی نمیسین. به مردم برگردید، با واقعیت ها رو بگید و بیایید و روشن کنین مسائل رو تا هوشیار بشن دیگران. نسل جوان دنبال شما نیاد، این تفکر شما رو دنبال نکنه، همچنان که کیارستمی ادی از جس جوان رو به طرف این فستیوال ها کشید تا اونجا پیش رفت که هر جوانی در داخل ایران که میخواست یک فیلم بسازه میگفت یک فیلم میخوام برای کم بسازم. میدونم من این حرفا رو زدم، چه کار کنم، هر چقدر میگم انگار باز نیازه بگم. این برنامه این هفته رو هم تموم میکنیم با امید رهایی، با امید آگاهی، با امید آگاهی شما مردم، شما مردمی که دارید با تأسف بگم دوباره گول روحانی رو خوردید و من اطمینان ندارم که باز هم گول انتصابات بعدی رو نخورید و باز در دام حکومت نیفتین و باز پشیمون نشین. پشیمون یک دفعه، پشیمون دو بار، پشیمون چند بار، چند یک بامو، چند بار. شاد و شاد کام باشید. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.